سلام عرض میکنم خدمت عزیزان، دوستانی که در خدمتشون هستم. بنابراین ممنونم از شما، از دوستان عزیز، به خاطر این فرصتی که برای من ایجاد کردید. خب من هستم در خدمت شما. شما مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و در ادامه خدمتتون خواهیم. خب جا داره که در ابتدای جلسه دو تا مناسبت مهم که روز گذشته بود 24 آبان رو به دوستان یادآوری کنم. اول که 24 آبان روز گذشته 40مین سالگرد ارتحال مفسر بزرگ قرآن کریم مرحوم علامه طباطبایی بود و خب امشب هم که جلسه ما در خصوص تفسیر قرآن کریم هست، روح حضرت علامه شاد باشه انشاءالله. دومین مناسبت که دیروز بود باز هم روز کتاب و کتابخوانی بود که باز امشب هم ما داریم یک جلسه کتاب رو برگزار می‌کنیم. این روز رو به همه اهل مطالعه و کتابخوانان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خصوص جلسه امشب باید عرض کنم که دکتر انشالله رحمتی که مهمان ما هستن عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستن و سردبیر نشریه اطلاعات حکمت و معرفت. دکتر رحمتی چندین بار به عنوان مترجم برگزیده انتخاب شده. آثار متعددی در حوزه عرفان، فلسفه اسلامی، فلسفه اخلاق و فلسفه دین از استاد رحمتی منتشر شده. مجموعه تألیفات و ترجمه های آیه دکتر ماشاءالله خیلی پرشمار و در این حال با کیفیت و ارزشمند است که به برخی از اونها من اشاره می‌کنم. دانشنامه فلسفه دین، دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر، پلورالیسم دینی، عرفان شرق و غرب، درآمدی به متافیزیک، عشق الهی، فلسفه دین و قرن بیستم، هنر و معنویت و مجموعه آثار هانری کوربن تحت عنوان اسلام ایرانی که غالب این آثار رو نشر صوفیا منتشر کرده. سربیراستار این اثر همونطور که خدمت دوستان عرض کردم دکتر سید حسین نصر استاد فلسفه دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا است که یکی از برجسته ترین چهره های جریان سنتگرایی دینی محسوب میشه. این کتاب به ترجمه و مقدمه دکتر رحمتی و ویراسته استاد ملکیان هستش. تا کنون جلد اول و دوم و سوم این اثر منتشر شده و دکتر رحمتی با قلم بسیار خوبشون بر جلد اول و سوم مقدمه مفصلی نوشتن که واقعا خواندنی و قابل تأمل هست. دکتر رحمتی پیش از این هم آثار متعددی را از سید حسین نصر ترجمه کرده بودند، از جمله کتاب‌های گلشن حقیقت، آرمان‌ها و واقعیت‌های اسلام و کتاب ارزشمند معرفت و معنویت. آقای دکتر، در بخش اول جلسه می‌خوام ازتون خواهش کنم که به صورت مقدمه‌ای در خصوص نحوه نگارش این اثر، نویسندگان این کتاب، سربیراستار اون، فرایند ترجمه و ویرایش اون به زبان فارسی برای مخاطبان ما صحبتهایی رو داشته باشین و بعد از اون با طرح صحبت جلسه رو ادامه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد خدمت حضرت عالی و دوستان ارجمند، خیلی ممنونم از این فرصتی و که در اختیار من قرار دادید و لطفی که نسبت به بنده و کارهای ناقابلم داشتید معرفی کردید. خیلی ممنون هستم آقای مهندس کدیور. درباره این کتاب، خب همون سوال شما در حقیقت دو قسمت داشت. یک قسمتش مربوط به اصل کتاب هست و در واقع نگارش و تولیدش به زبان انگلیسی و دیگری هم تولیدش به زبان فارسی. خب همونطور که میدونید این اثر با سرویراستاری سید حسین نصر، استاد سید حسین نصر منتشر شده و چون خود آقای دکتر نصر در جلسات مختلفی به نوعی فرایند شکلگیری اثر رو گفتن، من دیگه نمیخوام تکرار بکنم چون خود ایشون به بیان قویتر و زنده تری توضیح داده بودن که چگونه این اثر ابتدا اصلا ایده شکل گرفته و اینقدر فقط اشاره میکنم که در واقع این یک مجموعه یعنی در واقع جزء یک مجموعه هست درباره متون دینی، متون ادیان مختلف که قبل از اون The Study Bible، The Study Torah منتشر شده بوده و از دکتر نصر خواستن که کاری در زمینه قرآن انجام بده و این اثر با عنوان The Study Quran منتشر شده
و نکته‌ای که کمتر روش بحث شده، یعنی توضیح داده شده و گاهی ابهام هم ایجاد میکنه، من درباره متن انگلیسی نکته عرض بکنم که خب دوستان وقتی که کتاب رو میبینن اونجا اسم مؤلف نیومده روی کتاب، یعنی اسم سرویراستار و ویراستاران و کمک ویراستار اومده. و یه سوالی که ایجاد میشه، خب بالاخره مؤلف این اثر کیست؟ این اثر یک کار گروهی بوده، البته در مقدمه جلد اول توضیح داده شده، خود نویسندگان توضیح دادن. در واقع یه تقسیم کار اولیه‌ای انجام شده که هر کدوم از اون 4 تن که ویراستار و کمک ویراستار هستند و باید نام ببرم، از اون بزرگواران هم آقای جانر دگلی و آقای جوزف لومبارد و آقای محمد رستم و همچنین خانم دکاکه، ماریا دکاکه، که اسمشون با عنوان ویراستار آمده، در اون تقسیم کاری که کردن هر کدوم برخی از سوره های قرآن رو ترجمه کردن یا برخی سوره های دیگر رو تفسیر کردن، یعنی ممکنه که ترجمه سوره ای رو کسی انجام داده باشه و تفسیرش رو کسی دیگری، یا نه سوره ای رو یک نفر ترجمه کرده باشه و تفسیرم کرده باشه. برای تقسیم کاری کردن و مشخص هم شده در اونجا که هر بخشی از این کتاب رو چه کسی متن اولیه‌اش رو آماده کرده. اما افراد دیگر، یعنی اون 3 نفر دیگری که ویراستار هستن، هر کدام کل اثر رو دیدن، یعنی گویی که این اثر 4 بار دیده شده، ویرایش شده. و خود آقای دکتر نصر هم به عنوان سر ویراستار دوباره کار ویراستاری کرده. و این نکته هم جالبه که عرض بکنم که اگر دوستان ملاحظه کرده باشن، ما در چاپ اول کتاب، یعنی چاپ اول جلد اول، اونجا اسم آقای دکتر نصر به عنوان، یعنی اومده زیر نظر سید حسین نصر، که وقتی آقای دکتر نصر دیدن، ایشون در واقع اعتراض کردن و گفتن که نه، این کتاب زیر نظر من نبوده، من سرویراستار این کتاب هستم. که من خدمتشون گفتم خب در واقع ما می‌خواستیم که بار معنای قوی تری داشته باشه. گفت که نه، من واقعا اینجوری نبوده که زیر نظر من عده‌ای کار کرده باشن و من نقشی نداشته باشم، نه، من به معنای دقیق کلمه کار رو ویراستاری کردم. بنابراین گویی که این کار 5 بار دیده شده، 5 بار ویرایش شده و یک کار گروهی به این صورت بوده. اینجوری نبوده که به هر حال تقسیم کار بکنن و هر کس یه بخشی رو انجام بده. و جالبم هست که خب متن انگلیسی رو که میبینی و حتی در ترجمه فارسی هم اگر دقت فر بوده باشید، و من که خودم حالا دارم اثر رو ترجمه میکنم و متمرکز هستم، این احساس رو هیچگاه ندارم که خب مثلا این هر کدوم از این بخش ها رو یک نفر جداگانه ای نوشته و گویی که یک مؤلف بیشتر نداره. و البته خود آقای دکتر، بله، یک پارچگی در متن وجود داره، بله، خیلی یک پارچه است و اصلا کسی احساس، اگر خودشون در ابتدا نگفته باشن که هر کدوم از افراد چه سهمی در تألیف این دارن، ما متوجه نمیشیم، متوجه تفاوت نمیشیم، چون اصلا تفاوتی وجود نداره. گویی که خود آقای دکتر نصر هم در مقدمه اشاره میکنه که به هر حال میگه خب این عنایتی هم بود که کار ما اینقدر یک دست در آمد و ما علیرغم با اینکه وحدت نظر داشتیم، نگاهمون یکسان بود، ولی من خودم برام دور از انتظار بود این همه یک نواختی در کار. به هر حال ماجرای تولید کار به زبان انگلیسی چنین چیزی بود. در زبان فارسی هم که فرمودید، خب من وقتی که ترجمه این اثر رو شروع کردم، دیدم که، یعنی ابتدا فکر میکردم که یک گروهی از افراد رو من دعوت بکنم به همکاری و ما هم یک کار گروهی انجام بدیم. خب یه دلیل اصلی که نشد این بود که برقا تو ایران سخت کار گروهی انجام دادن، و بعد واقعیت دیگر این بود که من دوستانی رو که دعوت میکردم به همکاری
دیدم که خب ممکن است که اصلا کسی نه حاضر نشه تا این حد وقت بذاره برای این ترجمه، چون تقریبا ترجمه این بدون مراجعه به منابع اصلی ممکن نیست. یعنی ترجمه‌ای که بخواد قابل فهم باشه، روان باشه و حق مطلب رو ادا بکنه، بدون مراجعه به متون اصلی و بازخوانی اون متون ممکن نیست. بنابراین خب همونطور که میدونید بیش از 40 تفسیر مبنای تألیف این اثر بوده که غالبا این منابع به زبان عربی هستن، البته معدودی از اونها به زبان فارسی است، ولی خب فکر میکنم که خیلی کمن. یعنی یکی مثلا تفسیر کشف الاسرار میبودی هستش و یکی هم تفسیر ابوالفتوح رازی که به فارسی هست دیگه. تا جایی که الان خاطرم میاد چیزی به زبان فارسی جزو منابع نیست، همه منابع عربیه و بنابراین مراجعه اون منابع تفسیری و همچنین منابع حدیثی هم، یعنی غیر از منابع تفسیر، منابع حدیث و احیانا برخی از متون عرفانی، کلامی، فقهی، اینها هم نیاز بود و خیلی سخت میشد چنین مجموعه رو ما بتوانیم تشکیل بدیم. من رو سعی کردم که خب برای این که حق مطلب ادا بشه و کار هم یک دست در بیاد، با توجه به اینکه عرض کردم ما مشکلاتی داشتیم در ایران که کار گروهی انجام بشه، خب حالا این توفیق بود که کار رو خودم انجام دادم. منتها به نوعی کاری که در زبان فارسی شد میشه گفت که کار فردی نیست، به دلیل اینکه استاد ملکیان، خب یک بار دیگه هم خدمتون عرض کردم، خیلی مشفقانه و دلسوزانه استاد ملکیان قبول زحمت کردن و کار من رو استاد ملکیان ویرایش کردن که این سه جلدی که منتشر شده، همونطور که ملاحظه میکنید ایشون هم روش اشراف داشتن، نظارت داشتن و خیلی مواردی که خطاهایی من داشتم خب قطعا ایشون متذکر شدن و به یک نحو میشه گفت که کار فارسی هم یعنی یک جور کار گروهی بود، به این معنا که یک بار من خوب ترجمه کردم، متن رو نهایی کردم و بعد استاد ملکیان هم دوباره کار رو از ابتدا تا انتها ملاحظه میکنن. این نکاتی بود که به نظرم اومد راجع به فرایند هم تولید این اثر به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی اشاره بکنم. منتها یه نکته ای هم که این هم خوبه که عرض بکنم، اون چیزی که در زبان فارسی در اختیار عزیزان قرار میگیره یه تفاوت‌هایی با متن انگلیسی داره که یه بخشش خوب ناگزیر هست، به دلیل اینکه در متن انگلیسی، متن در یعنی اون که اصل انگلیسی کتاب، فقط ترجمه آیات آمده، ولی اون کاری که ما کردیم در زبان فارسی نمیشه متن آیات رو نیاورد. و حتی در مورد احادیث هم غالبا اینجوریه که خب اونجا ترجمه احادیث آمده، ولی در فارسی خیلی جالب نبود که ما به ترجمه اکتفا بکنیم. بنابراین من سعی کردم که همه اون احادیثی که مورد استناد نویسندگان بوده اونها رو پیدا بکنم و متن عربیشون رو بیارم و در کنارش هم ترجمه فارسی بیاد که با اون به اصطلاح فضایی که ما در این گونه متون در زبان فارسی داریم این متن تماهنگ بشه. منتها علاوه بر این خب حالا هم خود من و هم کمکی که دوستان مختلفی که این اثر رو میخوندن کردن و نکاتی رو متذکر میشدن، به هر حال این کتاب برای یک فضای دیگری نوشته شده، یعنی برای فضای انگلیسی زبانها و همونطور که خود نویسنده هم سعوی راستان هم آقای دکتر نس اشاره میکنه، این به گونه ای نوشته شده که هم مسلمون ها بخونن و حتی غیر مسلمون هم بخونن و از کتاب استفاده بکنن. ولی در زبان فارسی که این کار منتشر میشد به نظرم میومد که خب نیاز هست که به نوعی برخی از موارد تکمیل بشه، البته به گونه ای که نظم کتاب مختل نشه، به هم نخوره، اون نگاه خاص کتاب همچنان حفظ بشه. بنابراین من در جلد 1 و 2 و
بعد در جلد سوم حتی بیشتر و جلد چهارم همینطور سعی کردم که نکاتی که میتوانست این کتاب رو هرچی بیشتر در فضای فارسی زبانها در فضای ایران کارآمدتر بکنه این رو تکمیل بکنم. بنابراین یه بخش تألیفی هم داره و این نکته رو هم که خب حالا عرض بکنم که من در واقع هم در این اثر و هم در کارهای دیگری که انجام دادم به نوعی تجربه‌ای که دارم، ارتباطی که با مخاطبان این سالها برقرار کردم، این نوع کار رو، یعنی این نوع کاری که ترجمه و تألیف هست، نه به این معنا که ما یک متن رو همزمان ترجمه و تألیف بکنیم، ترجمه آزاد بکنیم، نه، به این شیوهی که خود متن با دقت ترجمه بشه، بدون کم و زیاد ترجمه بشه، در این حال چون این متن داره در ایران منتشر میشه و من مترجم شناخت بهتری از مخاطب ایرانی دارم، باید به اون مخاطب کمک بکنم که از این متن استفاده بیشتری ببره. ضمن این که خب معمولاً متونی که کلاسیک هستن، حالا متن تفسیر معاصرانه خیلی دشوار نیست، ولی خیلی از متن‌ها هست که واقعاً بدونه کمک مترجم، بدون توضیحاتی که مترجم میده، چه پانوشت ها یا پینوشت هایی که میاره، چه مقدمه هایی که میزنه، این اثر فایده لازم رو نخواهد داشت. ممکنه که ما بیایم دو کتاب منتشر کنیم، یک کتاب به عنوان یکی در قالب ترجمه، یکی در قالب تألیف، و اینها البته به هم ناظر به هم باشه، یعنی اون تألیف هم ناظر به ترجمه باشه، ولی کمتر خواننده متوجه این ارتباط میشه و بنابراین وقتی که اثری در قالب ترجمه و تألیف هست یا ترجمه‌ای هست که همراه با تألیف و توضیحات مؤلف هست، به نظرم هم اون ترجمه کارآمدتر خواهد بود و هم اون تألیف ها هم جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. ضمن این که مثلا ما در تألیف هم به نظرم بیشتر به گزیدگویی میل خواهیم کرد، چون مطالبی رو که اگر حرفی برای گفتن نداشته باشیم علاوه بر متن دیگه بیان نمی کنیم، خود متن حی و حاضر هستش. ولی خب در این حال جاهایی هست که فکر میکنی متن نارسایی هایی داره، ابهام هایی داره، باید کمک کرد به خواننده اون رو اضافه میکنیم. در اینجا هم من سعی کردم که این کمک به خوانندگان بشه و عرض کردم بیشتر از همه به دلیل تجربه میدانی و ارتباطاتی که این سالها با عزیزان بسیاری داشته. ممنونم. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید سوالاتی رو مطرح کنم و با پرسش و پاسخ در خدمت باشیم. بله، در خدمتتون. خب چه در آثار پیشینتون و چه در مقدمه که بر جلد اول و سوم این کتاب نوشتید، خب به عنوان شخصیتی شناخته میشیم که تسلط زیادی دارین روی مبانی فکری جریان سنتگرایی دینی و در آثارتون این به وفور به چشم میخوره. خدمتتون که عرض کنم و سید حسین نصر هم به عنوان یک نماینده بزرگ جریان سنتگرایی محسوب میشه، خواستم از اون سوال کنم ویژگی های اصلی جریان سنتگرایی رو برای مخاطبان ما توضیح بدین و بفرمایید که این ویژگی ها چطوری در این اثر خودش رو بروز داده. خدمتتون عرض کنم که شاید اگر من بخوام در یک جمله بیان بکنم اون ویژگی نگاهی که سنتگرایان دارن و در این اثر هم اون نگاه منعکس شده و این رو از آثار دیگر متمایز میکنه، فکر میکنم همون مفهوم معاصرانه بودن سنت هستش. یعنی سنتگرایی میشه گفت که یک جریان سنتی است، اما تفاوتش با جریان سنتی در این هست که نوعی سنت هست که متناسب با دوران معاصر داره حرکت میکنه، با دوران معاصر حرکت میکنه. خب یک در واقع اصلا راهش با تجدد از اینجا جدا میشه که معمولا
ما فکر میکنیم که زمانه ما، دوران ما مساویست با دوران تجدد، یعنی چیزی فراتر از تجدد نداریم. پس هرچه هست مدرنه، هرچه هست متجدده. سنتگرایان به حق این رو نشون دادن که نه، میتوان معاصر بود، میتوان در فضای این زمانه تنفس کرد، در این حال متجدد نبود. چجوری میتوان؟ به این معنا که خب ما درسته که در دوران متجدد زندگی میکنیم، ولی آیا این دورانی که در اون زندگی میکنیم حقیقت هم داره، صحیح هم هست؟ هر چیزی که در این دوران متجدد بر حال غالب شده، چیره شده، حقه و ما باید اون رو بپذیریم یا نه؟ ما به هر حال خودمون عقل داریم، ادراک داریم، فهم داریم، و اگر عقل حکم میکنه که بخشی از دوران متجدد و چی از دوران متجدد خطا هستش، ما باید این خطا رو گوشزد بکنیم. و اما اینکه این خطا رو گوشزد بکنیم به این معنا نیست که در مقابل اون بیستیم، مقابله فیزیکی بکنیم، نمیدونم با اون بجنگیم. نه، در واقع اینجا باید در برابر اون خطا، اون انحراف یا اشتباهی که وجود داره، ما یک شیوه اقناعی در پیش بگیریم، در حقیقت بتوانیم اون رو برای انسان امروز روشن بکنیم، توضیح بدیم و کمکش بکنیم که در حقیقت دچار اون انحراف نشه. خب سنتگرایان یک چنین موضعی نسبت به دنیای معاصر دارن. من در همین پیشگفتار جلد سوم که اخیراً فرمودیدم که شما فرمودید منتشر شد، این نکته رو توضیح دادم که ببینید، اگر ما دوران رو که در اون قرار داریم، این دوران مدرن رو ملاحظه کنیم، میبینیم که دوران مدرن یک واقعیت داره، یک حقیقت داره. یعنی خب این که دوران مدرن به هر حال چیرگی خاصی داره، بسیاری از جوانب زندگی بشر رو تحت تأثیر قرار داده، کسی این رو انکار نمی کنه. خب این واقعیت رو گاهی ما درک معرفتی ازش داریم، ولی گاهی اصلا درک معرفتی نداریم، اصلا نمی دانیم این چیه، این یعنی این واقعیت رو نمی فهمیم. یعنی ممکنه که خیلی از بنیادگرایان مسلمان خب چنین مواجهی با دنیای مدرن دارن، واقعیت دنیای مدرن. منظورم از واقعیت دنیای مدرن نه ظواهر دنیای مدرن، اون در واقع باطن دنیای مدرن، حقیقت دنیای مدرن رو خب خیلی اصلا بهش اعتنا ندارن. فکر میکنن که دنیای مدرن همین چیز، مثلا همین تکنولوژی هست، همین توسعه و پیشرفتی است که ایجاد شده. ولی خب هیچ کس انکار نمیکنه که دنیای مدرن یک اندیشه است، یک تفکره، یک تفکری شکل گرفته و بعد این دستاوردها رو داشته. خب پس اون تفکر یک واقعیت، و سنتگراها این واقعیت رو سعی میکنن که بفهمن. اما آیا این واقعیت حقیقت هم داره؟ یعنی همون گونه ایست که باید باشه؟ یعنی همین که هست عین حقیقته و ما باید تابع اون باشیم؟ ممکنه کسی که مدرنه اینجوری فکر کنه که خب بله، این واقعیت، واقعیت اندیشه امروز حقیقت هم داره، پس ما باید تابع این حقیقت باشیم. خب حالا اگر تابع این حقیقت بودیم، وقتی که به سنت مراجعه میکنیم، به متون دینی مراجعه میکنیم، به قرآن مراجعه میکنیم، حقیقت برامون دنیای مدرن، پس اون رو باید متناسب با دنیای مدرن فهمید. ولی اگر کسی اعتقادش بر اینه که بله، دنیای مدرن واقعیت هست اما لزوماً حقیقت نیست، پس سعی میکنه این واقعیت رو بشناسه، این واقعیت رو بشناسه و ببینه که کجاهاش خطاست، کجاهاش غلطه، و البته ممکنه جاهایش رو هم حقیقت تشخیص بده. و در این حال اگر مراجعه میکنه به متون دینی، یا در اینجا به طور خاص به قرآن مراجعه میکنه، قرآن رو نمیاد بر اساس اندیشه‌ای که در دنیای مدرن حاکم هست، حالا اون حاکمیت هم نسبی است دیگه، یعنی چیره هستش، بر اساس اون بفهم. به عنوان این مثال خیلی روشنی اگه بخوام عرض بکنم، ممکن است که ما امروز در واقعیت دنیای مدرن یک نوع پلورالیسم هستش، یک نوع تکثرگرایی دینی است. خب تکثرگرایی دینی معناش اینه که در واقع ادیان
اینها نسبتشون با حقیقت یکسانه، هیچ کدوم بهره بیشتری از حقیقت نداره. اصلا به تعبیری همه به یک اندازه از حق دورن، به تعبیری که حالا کسی مثل جان هیک میگه، اگر حق رو یعنی خود خداوند رو امر نفس الامری بدانیم، این امر نفس الامری از دسترس فهم بشر خارج. اما این یک پدیدارهایی داره، یک ظواهری داره برای انسانها و این ظواهر به شکل دینهای مختلف ظاهر شدن و هر کس هم یک مظهری رو، یک پدیداری رو از اون حق نفس الامری گرفته. پس همشون در مرحله پدیدار، در سطح پدیدار قرار دارن. به تعبیر حافظ شما آقای مهندس گدیور، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. خب حالا مثلا ممکنه که ما بگیم دیدگاه غالب در جهان امروز نوعی پلورالیسم دینی، یعنی در مدرنیسم پلورالیسم دینی دیدگاه غالب هستش. و حالا اگر میخوایم نظریه قرآن رو هم درباره ادیان به اصطلاح تقریر بکنیم، تفسیر بکنیم، بیاییم به همین شکل بیان بکنیم، یعنی با یک مبنای به اصطلاح پلورالیستی. اما ممکنه که کسی که سنتگرا هست و اتفاقا سنتگرا همینجوری فکر میکنن، میگن که خب این یک خطاییه که در دنیای مدرن اتفاق افتاده، این اصلا بر اساس نوعی معرفت شناسی که این معرفت شناسی کانتیه. ولی کی گفته که ما باید حقیقت رو در قالب معرفت شناسی کانتی بفهمیم؟ یعنی خود این معرفت شناسی کانتی رو حالا فرض کنید که سنتگراها مناقشه جدی در اون دارن. اما از طرف دیگر، پس ببینید این رو حقیقت نمیدونه در دنیای مدرن، اما از طرف دیگر ببینید مسئله دنیای مدرن، یکی از مسائل جدی دنیای مدرن، یکی از مسائل جدی انسان معاصر، مسئله تعدد ادیانه. یعنی ما یه بحث پلورالیتی آف ریلیجن داریم، تعدد ادیان داریم، کثرت ادیان داریم، یکی ریلیجیس پلورالیسم داریم. خب تعدد ادیان، کثرت ادیان یک مسئله انسان امروزه، در گذشته این مسئله وجود نداشته. یعنی شما وقتی که به تفاسیر سنتی مراجعه میکنید میبینید که مسئلهشون این نبوده. در دوران ما، در روزگاری که ما به سر میبریم، این مسئله جدیه، مسئله تعدد ادیان. حالا اگر ما بخواهیم برای این پاسخی بدیم که متفاوت با پلورالیسم دینی باشه، که چون پلورالیسم دینی رو فرض کردیم که نظریه مدرنه، متفاوت با پلورالیسم دینی باشه، در این حال اون نگاه انحصارگرایانه سنتی رو هم کنار بذاره، پس داریم با انسان معاصر سخن میگوییم، داریم به مسئله انسان معاصر پاسخ میدیم، اما به گونه ای هست که همچنان به اصطلاح ساحت حقیقت رو هم حفظ میکنیم. نمیگیم که چون پلورالیسم غلبه داره در جهان امروز، پس به هر قیمتی باید متن دینی رو یک تفسیر پلورالیستی کرد. بسیاری از مباحث در تفسیر قرآن مطرح میشه که اگر ما این نگاه معاصرانه رو نداشته باشیم، ناگزیر یا باید تفسیر همون تفسیرهای سنتی رو تکرار بکنیم، یا نه اگر میخواییم که حرفی امروزی بزنیم بگیم خب پس ببینیم حقیقت در دنیای مدرن چی هستش، یا نظریه رایج در دنیای مدرن چی هست، و بر همون اساس بیایم مسئله رو طرح بکنیم. کاری که در این تفسیر و با این نگاه سنتگرایانه که حضرت عالی فرمودید به طور کلی دنبال شده و در این تفسیر به طور خاص بهش پرداخته شده، این هست که در این تفسیر به هیچ وجه نسبت به مسائل انسان امروز بی توجه نیستن. یعنی میدونن که در دنیا چه اتفاقی افتاده، جریانهای فکری در دنیا چی هست، مسائل انسان امروز چیست، اما سعی کردن که پاسخ این مسائل رو از دل سنت استخراج کنن، بر مبنای سنت استخراج بکنن. به این معنا پس این نگاه یک نگاه مدرن نیست، متجددانه نیست، ولی معاصرانه هست. چون شما در تفسیرهای سنتی ما، یعنی حتی اون 40 تفسیری که مبنای خود این اثر بودن،
در اونها هیچ توجهی به مسائل انسان امروز وجود نداشت. حالا جالبه که خیلی از دوستان و خوانندگان که معمولاً این مطلب براشون روشن نیست، چون لحن کلام و پاسخها رو وقتی که نگاه میکنم که خب این پاسخها پاسخهای سنتیه، پس این تفسیر اصلا ربطی به مسائل امروز نداره. ولی اگر به نظرم دقت بکنن میبینن که نه، کاملا به تحولات فکری امروز عنایت داره، توجه داره، مسائل رو میشناسه و چون مسائل رو میشناسه و پاسخ رو میخواد پاسخ سنتی به اون مسائل بده. ولی در بگویی که این فانوسی رو دست گرفته، چراغی رو دست گرفته و داره در متون سنتی به دنبال پاسخهای معقولی میگرده که میتوان به پرسشهای انسان امروز داد. منتها اون متون سنتی رو، اون منابع سنتی رو، فرقشون رو با اندیشه های مدرن این میدونه که اونها انحراف از حقیقت ندارن. یعنی به لحاظ مبانی، مبانیشون به گونه ای هست که از حقیقت قرآن انحراف اساسی ندارن، ولی در اندیشه های مدرن یک انحراف اساسی از اندیشه دینی دارن و بنابراین ما نمیتوانیم دین رو، متون آسمانی رو با اندیشه های مدرن بفهمیم، مگر اینکه این متون دینی رو به یک معنا اسطوره زدایی بکنیم، قداست زدایی بکنیم و تبدیلش کنیم به متون بشری. ممنونم از جواب کاملتون آقای دکتر. سلام، پیشنهاد میکنم به دوستان که حتما مقدمه جلد اول و جلد سوم رو مطالعه کنم. من این سوالاتی رو که امشب مطرح میکنم آقای دکتر پیش از این پاسخ دادن در مقدمه این دو کتاب و مراجعه به مقدمه میتونه خیلی کمک کنه. در ابتدای جلسه عرض کردم آقای دکتر دیروز سالگرد ارتحال مرحوم علامه طباطبایی. خب تفسیر المیزان علامه جزو یکی از همون تفاسیر سنتی محسوب میشه و شاید آخرین تفسیر باشه که به لحاظ تاریخی، به لحاظ زمانی سید حسین نصر به اون مراجعه کرده باشه. منظورم حالا کل تیم هست، میگم سید حسین نصر کل تیم نویسندگان رو هست. و اینکه بین سید حسین نصر و مرحوم علامه طباطبایی مراوده خوبی هم برقرار بوده، فکر میکنید این مراوده با مرحوم علامه آثار علامه المیزان و اندیشه های علامه چه تأثیری بر نگارش این کتاب داشته؟ خیلی سوال خوبی است. یعنی این ذکری که از علامه طباطبایی کردید رحمت الله علیه و این مناسبت هم خب مناسبت مبارکی است که در حال به مناسبت تفسیر معاصرانه جلسه‌ای که برگزار میشه همزمان هست با سالگرد رحلت علامه طباطبایی. جالب بدونید آقای مهندس و دوستان عزیز، از این 40 تفسیری که 41 تفسیری که مبنای اثر هست، میشه گفت که فکر میکنم تنها تفسیر قرن بیستومی که انتخاب شده تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر المیزانه. همه به قرون گذشته تعلق دارن، در صورتی که خب ما در قرن بیستوم تفسیرهای زیادی داشتیم. و این به نظرم با توجه به همون توضیحی که در قسمت قبلی عرض کردم کاملا هوشمندانه است. یعنی اونجا آقای دکتر نصر با توجه به شناختی که از علامه و تفسیر ایشون داره میدونه که این تفسیر با تفسیرهایی که در قرن بیستم بر قرآن نوشته شده یک تفاوت اساسی داره. این تفسیر، تفسیر علامه طباطبایی، برخلاف خیلی از تفسیرهایی که ما داریم که البته شدت و ضعف داره، ولی عموما این توجه رو ندارن که در واقع جهان مدرن یک واقعیت، یک حقیقت نیست. ولی ازاست که ما مثلا تفسیرهای به شدت علم زده از قرآن داریم در قرن بیستم. یعنی خب کسانی که تفسیرهای علم زده یا علمی از قرآن ارائه می کردن، اینها هم یعنی واقعیت جهان مدرن رو با حقیقتش گویی خلق کرده بودن. امروز اگر کسی یک آشنایی مقدماتی با فلسفه علم داشته باشه، با تحولاتی که در فلسفه علم
دیدگاه‌هایی که وجود داره و همچنین تحولات خود تاریخ علم رو مطالعه کرده باشه، می‌بینه که این نتایجی که علم جدید گرفته با اینکه بسیار کارآمد بودن، موفق بودن، بشر رو خیلی یاری کردن و هیچ کس هم اینو انکار نمی‌کنه، ولی واقعیت اینه که نمی‌توان اینها رو حقیقت دانست، چون همین نظریاتی که بسیار کارآمد بودن امروز می‌بینیم که ابطال شدن و حتی برخی فیلسوفان علم صراحتاً به دیدگاه‌های مثل به اصطلاح نان رئالیسم، ساینتیفیک نان رئالیسم یعنی ناواقع گرایی علمی، حتی قائلن به این معنا که علم حقیقتی رو، واقعیتی رو برای ما آشکار نمی کنه. اصلا بحث علم بحث حق و باطل نیست، بحث علم بحث کارآمدی است. اینسترومنتالیزم، ابزارگرایی، ابزارانگاری در علم یا در فلسفه علم معناش اینه دیگه، این نظریات ابزارهای کارآمدی هستند برای در واقع سیطره ما بر طبیعت، استفاده ما از طبیعت، که اینو هیچ کس انکار نمی کنه. ولی اینکه چون این نظریات موفق بودن، کارآمد بودن، پس ما بیایم بگیم که سخنان قرآن منطبق هست با این دستاوردهای علمی، ولی بعد می‌بینیم که دیری نمی‌گذرد که اون نظریه کلاً به تاریخ علم سپرده شده و نظریه جدیدتر و جدیدتری میاد. خب این همین نکته‌ای هست که بسیاری از مفسرین متوجه نبودن که اون چیزی که در دنیای مدرن به عنوان پیشرفت علم داریم یک واقعیتی ولی حقیقت نیست. اما جالبه که علامه طباطبایی، یعنی من الانم دارم مرور می‌کنم، علامه طباطبایی هیچ وقت به اصطلاح به دام چنین تفسیرهایی نیفتاده. یا عرض کردم که مثلا ممکنه که ما تفسیرهایی داشته باشیم که قرآن رو مارکسیستی میفهمیدن و الان میبینیم خبری از مارکسیست نیست، پس چجوری ما با اون تفسیر رو چه کار بکنیم؟ ممکنه کسی هم امروز لیبرالیستی بفهمه قرآن رو، ولی نمیدونیم آیندهش چه خواهد شد. به هر حال چه علم و چه فلسفه، فلسفه مدرن رو ما نمیتوانیم مبنای فهم قرآن قرار بدیم و این چیزی که علامه طباطبایی به درستی متوجه. از طرف دیگر علامه طباطبایی تا حد بسیار زیادی، یعنی تا در زمانه خودش که یعنی اون سبک تفسیرهای سنتی رو داره، ولی تفسیری که علامه طباطبایی نوشته در قرن ما، در دوران ما نوشته، به سوالهای انسان امروز توجه داره. بنابراین به نظرم اگر من بخوام یک سلف برای تفسیر معاصرانه، یک سلف درخشان، یک نمونه الگوی درخشان برای تفسیر معاصرانه ارائه بکنم که قطعا دکتر نصر و دوستانش به این توجه داشتن، خود تفسیر المیزانه. با این تفاوت که خب البته تفسیر المیزان علامه طباطبایی هم به لحاظ شرایط زمانی و هم به لحاظ شرایط مکانی خب تفاوت‌های خاص خودش رو داره. علامه طباطبایی با وضعیت جهان امروز به اندازه که دکتر نصر و همکارانش آشنا هستن، طبعا آشنا نبوده، در قبل زندگی نکرده، این آشنایی دست اول با بسیاری از متفکران جدید رو، دانشمندان ادیان مختلف، الهیدانها، فیلسوفان رو علامه طباطبایی خوب طبعا نداشته و اصلا بسیاری از این بحث ها بعد از علامه طباطبایی مطرح شدن. ولی فکر میکنم که اگر من بخوام بگم که نزدیکترین نمونه به تفسیر علامه طباطبایی در بین تفسیرهای قبل از به تفسیر معاصرانه، در بین همه تفسیرها تفسیر المیزان هست که خب در این تفسیر استفاده شده، یعنی هم از الگوی علامه طباطبایی و هم از اندیشه‌اش. و جالبه که این نکته هم عرض بکنم که به خصوص در اون توضیحاتی که، یعنی اون تکمله هایی که خود من اضافه کردم، تفسیرهایی که بسیاری از آیات اضافه کردم، دوباره یکی از منابع اصلی کار تفسیر المیزان بوده. ضمن این که این نکته هم حالا هم به لحاظ ادای دین که استفاده کردم عرض بکنم و هم ممکنه که یک سوالی رو هم پاسخ بدم که برخی میگن که خب چرا تفسیر آیت الله جوادی آملی دیده نشده در اینجا، یعنی به عنوان یک تفسیر خوب شیعی،
خب هم تفسیر فکر میکنم که اصلا اینا همزمان بوده تألیفشون، بعید میدونم اصلا از وجود تفسیر تسنیم اون زمانی که تألیف میکردن خبردار بودن یا اصلا تعداد مجلداتش به این حد رسیده باشه. اما در این حال خب من برای تکمیل کار از تفسیر تسنیم علامه طباطبایی و برخی تفسیرهای دیگری که حالا به دلایلی در اون کار اصلی مجال استفاده از اونها نبوده یا بوده ولی نکاتی رو که فکر میکنم نیامده و خوب بود میامد، اینها رو همه در اون توضیحات من اضافه کردم. خیلی ممنونم آقای دکتر. سلامت باشید آقای دکتر. سوال بعدی بنده این هستش که در خصوص اون آیاتی از قرآن که محل اختلاف زیادی است بین اهل تسنن و اهل تشیع، موضع نویسندگان و خصوصا پروفسور سید حسین نصر اونجا چی بوده؟ از جمله مثلا میگم تفسیر سوره تفسیر اکمال. خدمتتون عرض کنم که یکی از وجوه معاصران بودن این تفسیر به نظرم که اون رو هم از تفاسیری که شیعیان نوشتن هم سنیان نوشتن متمایز میکنه، به نظرم درک خیلی عمیقی است که از وضعیت جهان اسلام یا وضعیت مسلمان ها در جهان امروز داره و این یک قسمتش به خاطر مبانی فکری نویسندگان هست و قسمت شاید مهمتر و جدیترش به دلیل این هست که در یک فضایی این اثر تألیف شده که مسلمان ها، یعنی مثلا در فضای غرب وقتی اونجا مسلمان ها زندگی میکنن، مسلمانان شیعه و سنی خیلی به هم نزدیکن و کمتر اصلا این تمایز های مذهبی به شکلی که در جوامع سنتی اسلامی وجود داره هست و نوعا هم این گونه مسلمان هایی که مخاطب این اثر هستن بیشتر خب به هر حال مسلمان های تحصیل کرده ای هستن که علاوه بر اندیشه های اسلامی با ادیان دیگر هم آشنا هستن. ضمن این که خب اینها متوجه هستن که دامن زدن به اختلافات دینی به تعصبات چه بلاهایی سر مسلمان ها آورده و چه مشکلاتی ایجاد کرده. بنابراین به طور کلی می توانم، یعنی این رو با قاطعیت می تونم بگم که این تفسیر، حالا به خصوص اصل این تفسیر که به زبان انگلیسی هست، میشه گفت که یک سد جدی، یک مانع جدی برای جریان های افراطی و بنیادگرا هستش. یعنی کسانی که متاسفانه دانسته و نادانسته آتش اختلافات رو تیز می کنن و مطالبی رو علیه مذاهب دیگر می نویسن که هیچ، حالا حقیقت که هیچ مصلحتی هم پشتش نیستش. خب اینا به این نکته خیلی توجه داشتن. به نظرم میاد که البته نگاهشون به اختلاف شیعه و سنی، موارد اختلافی، نگاه مصلحت اندیشانه نیست. به این معنا نیست که خب ما بگیم که حالا مصلحت اقتضا میکنه حقایق رو نادیده بگیریم. نه، به نظرم میاد که حقایقی رو که بحث اختلاف بین شیعه و سنی هست به اون حقیقت ها کاملا توجه دارن. منتها خب میدونید که بسیاری از مباحث اختلافی بین شیعه و سنی واقعا اینا مباحث جدلی هستش، یعنی مباحث برهانی نیست. از این مباحث جدلی، طرح این مباحث جدلی پرهیز کردن. در این حال خب اون چرا که حالا ممکنه به نفع شیعه باشه یا به نفع اهل سنت باشه و اینها شواهد قطعی براشون وجود داره و از اون طرف اصلا خود حرف یک معقولیتی داره برای انسان امروز پذیرفتنی است، خرد پذیره، اینها رو از منابع تفسیری نقل کردن. به خصوص اونجایی که فرض کنید مباحثی هست در فضیلت ائمه، در فضایل امام علی، یا نکاتی است که شیعیان روی اون تأکید دارن، جالبه که در این تفسیر آمده، هم به روایت اهل سنت آمده و هم به روایت شیعیان. یعنی خب مثلا فرض کنید که وقتی بحث مباهل رو مطرح میکنن،
بحث مباهله رو صرفاً اینکه کیا برای مباهله رفتن و صحنه مباهله چی بود، که خیلی خود اونم صحنه تکان دهنده ای هستش که در اون صحنه 5 تن در واقع حضور داشتن، 5 تن آل عبا حضور داشتن، این صحنه رو مثلا بر اساس تفسیر فخر رازی توصیف میکنن، نه صرف تفاسیری که خب ما شیعیان نوشتیم. بنابراین در این حالی که حقایق اختلافی میان شیعه و سنی رو بیان کردن، ولی اونجایی که عرض کردم جدلی هستش و بیدلیل میتواند آتش دشمنی و نزاع ایجاد بکنه، اونها رو خیلی هوشمندانه و حساب شده از کنارشون گذشتن. ضمن این که این نگاهی که ما، یعنی در واقع اتفاق نظری بین شیعیان و سنیان و به خصوص جریان‌های معنوی اهل سنت وجود داره که ائمه و اهل بیت اینها به هر حال منابع علم پیامبر بودن، هم فلسفه ما و هم عرفان ما و هم فقه ما به نوعی، یعنی اینکه میگم ما، یعنی ما همه ما مسلمان ها به نوعی وامدار این انسان‌های برجسته است. این به نظرم به شکل خیلی معتدلی در این اثر مطرح شده. در این حال خب هیچ جا این گونه نیست که شخصیت‌هایی که مورد احترام اهل سنت هستند به اونها اهانتی صورت بگیره، یا اینکه اگر نه مثلا نقل‌ها، روایت‌های قطعی وجود داره درباره نقش اونها، درباره تأثیر اونها یا ارتباطی که هر کدوم از شخصیت‌ها با یک آیه پیدا میکنن، مثلا در شأن نزول یک آیه اسمی از شخصیتی میاد چه شیعه باشه و چه سنی باشه، اینها رو نادیده نگرفتن. و جالب اینه که خدمتون بگم که یعنی حالا فکر میکنم در جهان که همینطوره، در سطح جهان که این کتابی است که شیعیان و سنیان به یک سان مطالعه میکنن، فرقی نمیکنه براشون، در ایران هم همینطوره. یعنی این مدتی هم که کتاب به زبان فارسی منتشر شده، خیلی از دوستان و عالمان اهل سنت من دیدم که با علاقه کتاب رو مطالعه میکنن و به هر حال استفاده میبرن. این یعنی به نظرم این همون چیزی که عرض کردم که ما یعنی یک نگاه امروزی داشته باشیم، نگاه معاصرانه داشته باشیم. یعنی ببینیم که ما، درسته که بحث مثلا اختلاف شیعه و سنی هست، ولی واقعیت‌های جهان امروز و مخاطبان ما، اینها چگونه میشه باشون حرف زد؟ این به نظرم این نکته، این تفسیرم خیلی مهمه. یعنی اگه بگم که این تنها کسانی در جهان اسلام که میتوانن با تفسیر مخالفت، با این تفسیر مخالف باشن، جریان‌های بنیادگرا هستن. و یه نکته رو فقط بگم اینجا، خود آقای دکتر نحس میگفت، میگفت وقتی که این کتاب منتشر شد، همه جهان اسلام خب به هر حال استقبال کردن و مخالفتی نشد در جای هیچ جای جهان اسلام. تنها جایی که مخالفت شد عربستان سعودی بود، و چون اونجا میگفتم که همه عیب هایی که یک تفسیر میتونه داشته باشه در این جمعه، و اون اینه که مؤلف این اثر ایرانی است، شیعه هست، فیلسوفه و عارفه، و این هر این دقیقاً این همون 4 مؤلفه است که یک نگاه بنیادگرایانه میتواند باش مخالف باشه. اما به نظرم هر 4 مؤلفه در واقع نقطه قوت اندیشه است که جهان اسلام امروز مطرح میشه. اون جنبه ایرانیش هم که عرض کردم فقط بچه این ناسیونالیستیش نیست، در واقع سهمی است که ایرانیان در فرهنگ اسلامی داشتن، و این در این تفسیر خوب منعکس شده. یعنی اون در واقع سهمی که بزرگانی که یعنی غالب این مفسران اصلا ایرانی هستن دیگه، غیر از اون عارفان، حکیمان و فقیهانی که هستن، خب اندیشه‌هاشون در این تفسیر در جای جای اون منعکس شده. ممنونم آقای دکتر. حالا یه نکته ای هم دارم، اول موضوع رو عرض می‌کنم و بعد نکته رو خدمت شما عرض می‌کنم.
خب دوستان، باز ابتدا جلسه عرض کردم که دیروز 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی بود. این کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم به همت نشر صوفیا منتشر شده. نشر صوفیا لطف کردن و پذیرفتن که امشب هدایایی رو به مخاطبان ما همین کتاب در واقع اهدا بشه. دوستانی که این برنامه رو به صورت لایو دارن میبینن، از شما خواهش میکنم در دایرکت اسم خودش رو برای ما ارسال کنن، بارکشی انجام خواهد شد و دو جلد از کتاب تفسیر معاصرانه قرآن کریم جلد سوم از طرف نشر صوفیا اهدا میشه. من تشکر میکنم از انتشار صوفیا خاطر این همکاری. آقای دکتر، ضمن این صحبتی که داشتین نکته به ذهن من رسید امشب. یکی از کسانی که به عنوان مفسرین بزرگ قرآن طی دو سه قرن اخیر شناخته میشه شاه ولی الله دهلوی هستش. با توجه به اینکه شاه ولی الله دهلوی هم از بزرگان متصوفه محسوب میشه، ارجاعی گویا به تفسیر شاه ولی الله صورت نگرفته و حتی ترجمه فارسی هم شاه ولی الله دهلوی از قرآن داره. فکر میکنید دلیل خاصی داشته؟ یعنی باید بگیم دنبال این که بعد از شاه ولی الله دهلوی پسرش مثلا از اون جریان دیوبندی و بعد جریان های مثل حالا طالبان اینا شکل میگیره و این در تعارض با سنت فکری های دکتر نصف هست یا دلیل دیگه ای داشته؟ ببینید، به نظرم یعنی در این تفسیر این خیلی، یعنی حالا این نمونه خاص به طور کلی شاید یه زمینه بشه که من حقیقتی رو درباره این تفسیر روشن یا واقعیتی رو توضیح بدم. و اینه که ببینید، گفتم یکی از وجوه این تفسیر وجه عرفانی اون هستش، ولی من تصورم اینه که مفسرین بین دو وجه عرفان، یعنی یک وجه به اصطلاح خاص عرفان که در شکل تصوف مطرح میشه، یعنی خودش یک جریان هست، و عرفان به معنای عام کلمه، یعنی اون عرفانی که اختصاص به تصوف نداره، فرق گذاشته. بنابراین این دومی رو در این تفسیر مطرح کردن، یعنی وجوه عرفانی قرآن بیان شده اون جایی که به هر حال همه قرآن یک نامه خداوند هست، نامه عاشق هست برای معشوق، چون اول خدا ما رو دوست داشت و بعد ما خدا رو دوست داریم. پس خداوند در واقع داره با ما سخن میگه و خدای عاشق داره با ما سخن میگه. بنابراین بحث عشق و عرفان در این تفسیر وجود داره و به طور کلی یکی از وجوه ناگزیر تمدن اسلام و هیچ جوری هم نمیشه باش مخالفت کرد. اما خب گاهی عرفان در قالب طریقه های صوفیه و تشکیلات صوفیه مطرح شده، در این تفسیر من فکر میکنم که چون میخواستن یک زبان جهان شمول داشته باشه و مثلا همونطور که عرض کردم این تفسیر رو به عنوان تفسیر شیعی یا سنی ننوشتن، نمیخواستن که این تفسیر صوفیانه باشه در این حالی که تفسیر عرفانیست. بنابراین حتی از تفسیرهایی هم که به نام تفسیر عرفانی معروفن، مثل تفسیر میبودی یا تفسیر کاشانی که منصوب به ابن عربی هستش، تفسیر قشیری، تفسیر سلمی، از همه این تفاسیر استفاده شده، ولی خب اونا گاهی مثلا تفاسیرشون رنگ و بوی صوفیانه داره، یعنی اون به هر حال به عنوان یک جریان صوفیانه. به خصوص یکی از تفاسیر که کمتر شناخته شده است و تفسیر خوبی هم است و در اینجا ازش استفاده کردن، تفسیر ابن عجیبه هستش که یه تفسیر صوفیانه است، ولی از این تفاسیر سعی کردن که اونجایی که یک نوع عرفان جهان شمول رو مطرح میکنن، یعنی بیشتر حالت عرفان نظری داره که در قالب اصطلاحات فلسفی تر یا در قالب اصطلاحات حکمی قابل بیانه، این نوع نگاه عرفانی در اونجا منعکس شده. ولی چون عرض کردم نمیخواستم که
به یک جریان خاصی تعلق داشته باشه به ندرت از اصطلاحات معمول میان صوفیه، یعنی اون اصطلاحاتی که فرض کنید مثلا مراد و مرید و شیخ و خانقاه و اینا معمولا تو تفاسیر ما خوب تفاسیر صوفیانه وجود داره، نه از این اصطلاحات و از این نگرش اونجا دوری کردن. یا حتی مثلا در خود مقدمه هم آقای دکتر نصر نوشته خب به هر حال ما مثلا درباره حروف مقطعه قرآن و به اصطلاح اسرار الحروف اینها علمی هست در جهان اسلام و در میان صوفیه معموله، انکار هم نمی کنه، مخالفتی هم نداره، ولی میگه ما سعی کردیم که اینجور بحثا در این تفسیر نیاد که عرض می کنم اون زبان جهان شمول تفسیر رو بتونن حفظ بکنن. خیلی ممنونم. سلامت باشید. آقای دکتر محمدی، خدمتتون که عرض کنم تا الان جلد سوم ترجمه منتشر شده. تا زمانی که حالا جلد سوم هم خوانده بشه، این مدتی که جلد اول و دوم در اختیار اهل مطالعه قرار گرفته بود، چه نقدهایی بر این تفسیر حالا خصوصا در ایران وجود داشته و اگر که تمام دارید و فکر کنید وقت هم اجازه میده پاسختون به اون نقد. من اصلا فکر میکنم مقدمه جلد سوم به گونه پاسخ به برخی از نقدها هم بوده. دقیقا بله. ببینید خوب جلسات نقد زیادی برگزار شد. من البته الان واقعیتش اینه که همه نقدها یادم نمیاد، ولی میتونم به طور دو دسته بکنم نقدها رو. برخی نقدها به جزئیات بود، یعنی موارد خاصی، تفسیر سوره های خاصی رو کسانی نقد میکردن که این تفسیر مثلا یا حق تفسیر ادا نشده یا این نگاهی که در اینجا وجود داره نگاه پذیرفتنی نیست. یه جور مثلا جزئیات بود، یعنی آیات. یکم به طور کلی که از جمله نقدهایی که به طور کلی حالا به خاطرم میاد، یکیش همین بود که ما انتظار داشتیم از دکتر نصر که مثلا یه تفسیری با نگاه سنت‌گرایانه و بیشتری نگاه متافیزیکی در این تفسیر وجود داشته باشه، یعنی اون حرفایی رو که اونها به لحاظ جهانشناسی، به لحاظ متافیزیک یا همین بحث‌های عرفانی که معمولا در آثار سنت گرایان وجود داره، ولی در اینجا اینجوری نیست. یعنی اون بیشتر از اون که به وجوه باطنی پرداخته باشه به وجوه ظاهری میپردازه، که به نظرم میومد این انتظار درستی نیست. اصلا لااقل اون نگاهی که سنتگرایان دارن این نیست. سنتگرایان باطنگرا نیستن. سنتگرایان معتقد به جمع ظاهر و باطن هستن. یعنی اگر ما آثارشون دقیق بخونیم و به خصوص آثار دکتر نصر، کاملا گویای اینه که ما نمیتوانیم شریعت رو نادیده بگیریم. یعنی اگر طریقت معنایی داشته باشه، معنای طریقت، حقیقتی که طریقت داره مبتنی بر شریعت. بنابراین خب اینا سعی کردن که شریعت رو، اون بچه شریعت رو، بچه ظاهری قرآن رو در اینجا به تفصیل بهش بپردازن. ولی خب یه نقد این بود که پس انگار که دوستان میگفتن که خب این از اون پروژه سنتگرایی عقب نشسته، ولی من عرض کردم که این نه، اصلا پروژه سنتگرایی جمع ظاهر و باطنه. یعنی ما در واقع همون سگانه شریعت، طریقت و حقیقت، و اتفاقا اینا به این ملتزم بودن، این سگانه شریعت، حقیقت و طریقت بهش ملتزم. یکی دیگه از نقدهایی که حالا به طور کلی که بازم میگفتن این نگاه این تفسیر نگاه پلورالیستیه و ما در اسلام همچین نگاهی پذیرفته نیست، ولی به نظرم که حالا به دقت باید بحث بشه، نگاه این تفسیر نگاه پلورالیستی نیست. در مقابل پلورالیسم نگاه این وحدت متعالی ادیان هستش، و وحدت متعالی ادیان به این معناست که خب همه ادیان، همه پیامبران، پیامبران کل، پیامبران عهد عتیق و حتی پیامبرانی که ما نمیشناسیم، همه اینا از جانب خدا یکتا آمدن و همه اینها یک پیام رو آوردن. قرآن به عنوان
خاتم این پیام ها از پیامبر خاتم المرسلینه. وقتی که میگیم خاتم المرسلین، تمامی اون پیامبران برای ما پذیرفته هستند. یک قسمتش اینه که خب حالا ما راجع به ادیان دیگر، یعنی کسانی که متناسب با اعتقادات دینی خاص خودشون زندگی میکنن، اینها از نظر قرآن حکمشون چیه؟ خب در این تفسیر یک نگاه خیلی معتدلی وجود داره که در حال میاد فرق میذاره بین به اصطلاح مثلا مسیحی قاصر و مسیحی مقصر، یعنی اون مسیحی که هیچ وقت حقیقت اسلام براش آشکار نشده، اگر این متناسب با مسیحیت زندگی بکنه این قطعا اهل نجات خواهد بود. این فرق میکنه با مسیحی مقصر که حقیقت اسلام رو، حقیقت پیامبر اسلام رو درک کرده اما حاضر نیست به دلیل عناد به فرمان پیام به پیام پیامبر اسلام ایمان بیاره. به هر حال یکی، یعنی حالا اگه نمیخوام جواب بدم، ولی یکی از نقدهایی بود که میگفتن که نگاه پلورالیستی داره، که عرض میکنم نگاه پلورالیستی نداره، نگاه وحدت متعالی ادیان داره که خب خود اون باید باز بشه. یه بحثش دیگه، نقد دیگر که حالا در ضمن عرایض بنده هم بود، این بود که مثلا نگاه شیعی در این اثر کمرنگه، ولی واقعیت اینه که نگاه شیعی کمرنگ نیست، اما از اون طرف چون نگاه سنی هم در این اثر وجود داره به هر حال، و معمولا تفاسیری که در ایران منتشر شده خب نگاه شیعی خیلی پررنگ بوده، بنابراین ما وقتی که این تفسیر رو میخونیم این تفاوت رو داره. اینجا به نظرم نگاه شیعی و سنی تو امان وجود داره. یه نکته ای که خب حالا چون فرمودید، من در تعلیقاتی که یا اون بخشایی که اضافه کردم سعی کردم که نگاه شیعی پررنگ بشه، منتها این نکته رو هم عزیزانی که میبینن توجه داشته باشن، چون گاهی میگن که خب شما دوباره این رو، یعنی با توضیحاتی که میدید این تفسیر دوباره شکل مذهبی پیدا میکنه، یعنی تبدیل میشه به یه تفسیر شیعی. من اونجا توجه داشتم که اگر نکاتی از منابع شیعی نقل میشه یا از روایات ائمه نقل میشه، دیدگاه شیعی نقل میشه، بین دیدگاه فرقه‌ای شیعه و پیام جهان شمول شیعه فرق گذاشتم. یعنی امام علی علیه السلام همونطور که عرض کردم، ائمه دیگر، اینها فقط امام ما شیعیان نیستن، اینها امام همه بشریت هستن، همونطور که پیامبر پیامبر همه بشریت بود، و بسیاری از حرفهایی که زدن اینها پیامشون برای همه بشریته. بنابراین هم یک سنی، هم یک مسیحی، هم یک یهودی، همونطور که میتواند پیام قرآن براش پیام هدایت باشه، پیام نجات بخش باشه، سخن ائمه هم همین حالتو داره. بنابراین من حالا، دوستان خواهند دید که اصلا از نهج البلاغه، از صحیفه سجادیه یا از منابع اصیل شیعی یا حتی دیدگاه های حکیمان شیعه، عارفان شیعه در اونجا منعکس شده، منتها اینها وجهه کلامی و جدلی ندارن، اینها وجهه فلسفی و عرفانی دارن، و فکر میکردم که اینها حقایقی است که به هر حال انسان از آن جهت که انسانه باید ازش مطلع بشه، مخاطب اونها عقل سلیم بشری است، فطرت پاک بشری است، نه اینکه حالا کسی که یک اعتقادات مذهبی خاصی داره. بله، حالا نقد های دیگری که عرض کنم، چیزایی تو جایی هست که ما بتونیم مراجعه کنیم و این نقد ها رو بخونیم؟ فکر حضوری خدمتون بوده، نامه ارسال کردن، چه خاصی توی سایت ها دیدین مثلا شما این نقد؟ ببینید مثلا در خبرگزاری ایکنا، دوستان اگه مراجعه بکنن، خب جلسات نقدی که برگزار شده در اونجا این نقد ها منعکس شدن. من البته در اون جلسات نقد فقط در یک جلسه حضور داشتم که اونجا به تفصیل هم نقد هایی که دوستانی که در اون جلسه بودن مطرح کردن، من به تفصیل اون نقد ها رو توضیح دادم، و حتی خود اون هم خیلی زمینه خوبی فراهم کرد که به نوعی مبانی این اثر توضیح داده بشه. اما جلسات دیگری نقدی برگزار شده که من متاسفانه نتونستم
در اونجا شرکت بکنم. یه دلیلش هم این هست که گاهی فکر میکنم که اگر فضای جدلی بر نقد حاکم بشه حقیقت گم میشه و به خصوص کار قرآنی هم هستش. حالا ازم کلن علم این قداست رو داره که فکر میکنم که کار علم، کار قرآن، کار معنویت با جدل مناسبتی نداره. در این حال خب من همه صحبت‌های یعنی که نقد‌هایی که شده که غالبا هم میگم ممکنه ظاهرا متعدد باشن ولی یک وجوه مشترکی دارن توجه داشتم و تو جلدهای بعدی هم و یا در پیشگفتارهایی که نوشتم خب سعی کردم که اینها توضیح داده بشه و نه اونجایی هم که نکته‌ای بوده که به حق بوده استفاده کردم و یکی از دلایلی هم که در جلدهای بعدی من اهتمام بیشتری ورزیدم به این که توضیحات بیشتر باشه، اون بخش تألیفیش پررنگ‌تر باشه، خب طبعا به دلیل همین راهنمایی‌هایی بود که خب دوستان حالا چه در جلسات نقد همش نه خیلی وقتا به طور خصوصی تو جلساتی که من با دوستان عزیزی که داشتم مثل خود حضرت عالی یا این جمعی که هستن نکاتی رو گفتن که دیدم که بله این نکته حقیست و خیلی خوبه ما بهش عمل بکنیم. خیلی ممنونم استاد. من خدمت دوستان عرض کنم بهترین کار این هست که مراجعه کنن علاقمندان به خود تفسیر معاصرانه قرآن کریم، هم اگر دوست دارن سخنرانی های بیشتری در این خصوص دنبال کنن پیشنهاد میکنم کانال تلگرام بخارا رو دنبال کنن دوستان. در اون کانال فیلم هایی هست از سخنرانی پروفسور سید حسین نصر، استاد مصطفی ملکیان، خود حضرت جناب دکتر رحمتی، دکتر اعوانی، دکتر صدوقی سها. سخنرانی های اونجا هم در مورد این کتاب صورت گرفته که حقیقتا قابل استفاده است و من پیشنهاد میکنم دوستان اونا رو هم دنبال کنن. آقای دکتر بیش از یک ساعت است که در خدمتتون هستیم، سوالات دیگه هم وجود داره ولی خب فکر میکنم که بهره‌وری جلسه به قول معروف میاد پایین اگر که ادامه بدیم، گرچه ما سیر نمیشیم از مصاحبت با شما و تایم جلسه فکر تو این ایستا بیشتر از یک ساعت مقداری برای مخاطبان ممکنه خسته کننده بشه، گرچه به هیچ وجه حقیقتا صحبت‌های شما خسته کننده نیست و لذت میبریم. خیلی هم استفاده کردم امشب و از صمیم قلب براتون آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم. سایه‌تون بر سر اهل فرهنگ مانا باشه. سلامت باشید. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. بسیار قابل تحسین هست این اهتمام شما که خوشبختانه پیدا کردید به کار فرهنگ، به کار کتاب. خداوند بهتون سلامتی بده، عمر و عزت بده، توفیق بده و انشالله تداوم داشته باشه.